اینجا اتاق نشیمن منزل مهمان من در پاریس است. او برادرزاده احمد شاه و رئیس کنونی ایل قاجار است. در بیروت متولد شده، در پاریس بزرگ شده و میگوید عاشق ایران است. معتقد است که در زبان ناصرالدین شاه نوعی رنسانس در ایران به وجود آمد و اگر احمد شاه قاجار سقوط نمی کرد، نوعی دموکراسی رجالی در ایران حاکم می شد. سلطان علی میرزا قاجار، به برنامه بیاگارت دیگر خوش آمدید. آقای قاجار، شما در جایی گفتید که اگر که احمد شاه قاجار میماند و یا به قول شما به دست انگلیسی ها برکنار نمی شد، نوعی دموکراسی رجالی در ایران به وجود می اومد. منظورتون از دموکراسی رجالی چیه؟ یعنی که اون زمانی که خب ما احمد شاه در ایران سلطنت می کرد، هنوز کل ملت ایران شد آمادگی به اینکه بتونه رأی دموکراتیک در آزادی کامل و آگاهی کامل بده نداشت، اما این تربیت کم کم به مرور در ملت وارد میشه و فکر میکنم مثل این که جاهای دیگه شده، رجال اون زمان که رجال خیلی قوی بودن میتونستن یه دموکراسی رجالی یا آریستوکراتیک به قول فرانسوی ها در ایران برجا بذارن، که کم کم این سیستم رجالی تبدیل به سیستم دموکراتیک. حالا چرا فکر میکنین که احمد شاه مایل بود که همچنین اتفاق بیفته؟ احمد شاه 100% پادشاه مشروط طلب بود و دلش میخواست در ایران دموکراسی به فرم غربی برپا بشه و تو همه نطخاش و نظراتش این موضوع گفته و به خصوص تو نطخ معروفی که در کاخ بیکینگهام کرده، گفته آرزو من اینه که یه روز ایران مثل انگلستان یه سلطنت مشروطه دموکراتیک واقعی به وجود بیاد. خب حالا این به اصطلاح تغییر نظر در خانواده قاجار، وقتی آدم مقایسه میکنه با پدرش که اصلا طرفدار دموکراسی نبود، مجلس رو به توپ بست، در نتیجه این تغییر نظر چطوری حاصل شده بود به نظر شما؟ حالا با اولا خب میدونیم که مشروطه رو مظفرالدین‌شاه به ایران داد، پس خود خانواده قاجار قانون اساسی رو به ایران داد و خانواده بعد از اینکه انقلاب بزرگ، البته انقلاب بزرگی نشد، یک کمی شلوغ شد و فوریون قبول کرد. شلوغی زیاد مهمی هم نبود، مختصر بود و اون قبول کرد که در ایران قانون مشروطه برپا بشه. محمد علی شاه در بارش اینجا نمیخوام صحبت کنم، محلی صحبت کردنش نیست، اما محمد علی شاه اون چنان که میگنش با قانون اساسی ایران مخالف نبود و اصل قانون اساسی ایران زمان محمد علی شاه و به امضای محمد علی شاه داده شد. محمد علی شاه توی ناراحتی های سیاسی قرار گرفت که بعد از این و انشاءالله مورخین آینده روشن خواهن کرد و اونایی که محمد علی شاه رو میشناختن و بعضی از اونها رو من خودم از خدمتگزارانش شنیدم، هیچ وقت با دموکراسی و با مشروطه مخالفت اصلی نداشت و مجلس هم محمد علی شاه به توپ نکشید، لیاخوف رئیس فوج کوزاکا به توپ کشید. از سر خود که این کار نکرد؟ به نظر میاد که از سر خود کرد. اشتباه محمد علی شاه این بود که بعد از اون خرش نکرد. حالا آقای قاجار، وقتی صحبت از سلسله قاجاریه در ایران میشه، خیلی ها به نیکی یاد نمی کنن از قاجار. اصولا بلافاصله معاهده های گلستان و ترکمنچای و از اونجور چیزا به وسط میاد و صحبت از این میشه که اصولا این قاجار به سرزمین ایران خیانت کرد و کلی از سرزمین رو به هر حال به باد داد. اشتباه خیلی بزرگ نیست. به این در قرن 18 وقتی افغان ها اومدن و صفوی از بین بردن، از ایران دیگه وجود نداشت، با کلی از بین رفته بود، ممالک مختلف شده بود، هر کس هر جا یه جا سلطنت میکرد و اگر اون داستان ادامه پیدا میکرد اصلا امروزه ایرانی به وجود نداشت. این آموت خان بود که تیکه های پخش شده ایران جمع کرد با قدرتی که داشت، با
زحمتی کشید و ایران امروزه رو درست کرد. و این قاجار چه ایراد به نظر من احمقانه ایست از قاجار میگیرن، همه مملکت اونا جمع کردن، واحد کردن و مرکزی کردن. حالا بعضی قسمت ها رو مجبور شدن بدن چون قشون ایران شکست خورد و زیادم شکست میخوره، خب طبیعی است که باید بهای شکست بده. و عباس میرزا همه گنج آذربایجان داد که گنجی که در اختیار داشت داد که آذربایجان نجات بده، و آذربایجان که ایران واقعی بود بر ایران باقی موند. حالا تو قفقاز مقداری از خان نشینا از بین رفتن که همه ترک زبون بودن، هیچ وقت جزء واقعی فرهنگ ایران نبودن. تاریخ بر به تمدن ایران به فرهنگ ایران صدمه بزرگی نخورد. شما بعد در مجموع معتقدید که قاجار خدمت کردن به ایران؟ من مطمئنم که اگه ایران ایرانی هست و صحبت از ایران هست، اون از آقا محمد خان و از قاجاری داریم. نه فقط آقا محمد خان ممالک پخش شده رو جمع کرد، ما بعد از این پاتختی انتخاب کرد مثل تهران که پاتخت دائمی بر ایران موند. نه فقط پاتخت قاجارا بود، پاتخت خاندان پهلوی و جمهوری اسلامی هم شد. اونقدر انتقاد از آقا محمد خان نمیشه که بیشتر انتقادها متوجه پدر بزرگ شماست و به هر حال زمان دوران مشروطیت و قبل از مشروطیت، یعنی زمانی که منجر به مشروطیت اولین قشون مدرن ایران عباس میرزا درست کرد. و مایه تعجب نیست که قشون که اسکندر اول امپراتور روسی که اومد تو شانزلیزه اردوگاه درست کرد و ناپولیون شکست کرد، قشون ایران بتونه شکست بده. عباس میرزا هرچی از در امکان ایران اون زمان بود کرد که بتونه حفظ بکنه. اما خب طبیعی است قدرتی دیگه جلوی روسیه اون زمان بیسته نداشت و وقتی هم شکست خورد ضرر حد اقل کرد. اصل آذربایجان و تبریز بود که بر ایران حفظ کرد. شما وقتی که رضا خان در اون زمان کودتا کرد که بعد به هر حال رضا شاه شد و خودش شاه شد، شما فکر میکنین این اتفاق بسیار بدی بود که برای ایران افتاد؟ به نظر من نه اتفاق خوبی بود نه اتفاق بدی بود. رضا شاه ولی بالاخره منجر به انقراض سلسله قاجار شد. خب قاجاری تقریبا 140 سال سلطنت کرده بود. دلیل نیست که یه خانواده همیشه روی مملکت سلطنت بکنه، یه موقعی میاد یه موقعی هم میره. اما باید دید اگر انتخاب اون کسان که جانشین میشن کار بهتر میکنن یا بدتر میکنن. من از کسانی هستم که فکر میکنم خاندان پهلوی خدمت بزرگی به ایران نکردن، اما در این باره صحبتی نمیخوام بکنم. چرا؟ چرا صحبت بکنین؟ چرا فکر میکنین که خدمت بگیر؟ الان هم اونا منقرضه هم ما منقرضیم. وقتی هم اونا سر کار بودن و ما منقرض بودیم اینقدر به قاجاری بد گفتن که من از این نظر همیشه ناراحت بودم و خودم اشتباه اونا رو نمیخوام تکرار. یعنی شما به اصطلاح ملاک قضاوتتون در مورد سلسله پهلوی بر اساس نوع رفتارشون به قاجارها بوده؟ نه، من تأسف من اینه که خاندان پهلوی کار احمدشاه رو ادامه ندادن و ایران آمادگی برای دموکراسی واقع نکردن و قانون مشروطه رو از اول قلابی اجرا کردن. حالا شما صحبت از این کردین که رفتار خوبی با اصطلاح قاجارها نداشتن سلسله پهلوی، چه کار میکردن؟ چه کجای رفتارشون بد بود نسبت به شماها؟ من نگفتم، یعنی همیشه توی رادیوهاشون توی نوشتههاشون از قاجاری بد میگفتن و یه در جریان که قاجارها امکان نداشتن جواب بدن و به نظر من کار صحیحی نبود. باید تاریخ گذشت به مورخین. مورخین از راه روش علمی میتونن تاریخ واقعا دربارش اطلاع بدن، مطالعه کنن و نظر بدن. در این صورت اونا این سمت نداشتن و جنبه سیاسی به این کار میدادن. حالا به نظر من خب رفتار اشتباهی بود.
این رفتار اشتباه به نظر شما در زمان رضا شاه بیشتر اشتباه بود؟ آیا تصحیح نشد در زمان محمد رضا شاه؟ والا اونقدر که من خودم دیدم در زمان محمد رضا شاه خب کمتر شد، اما باز ادامه داشت. بعد از سقوط پهلوی اصولا بر قاجارها بر چه گذشت؟ یعنی اوائلش بعد از این بعد از سقوط قاجار و اومدن سلسله پهلوی منظورمه، یعنی بدترین وقتی در زمان بعد از انقراض قاجارها برای خانواده قاجارها کی بود؟ والا خب همچنان که میدونید مبارزه قاجارها در ایران باقی موندن و در جامعه ایران دوران پهلوی همیشه مقامات مهمی داشتن و همیشه خدمت به مملکتشون ادامه دادن، اما اونایی که در خارج بودن و در اطراف احمدشاه بودن از این موضوع خب صدمه زیادی دیدن و مادر بزرگ من ملکه جهان شبانه از سفارت از قنسولگری ایران در بغداد ساعت 4 صبح بیرونش کردن وقتی قاجار مقرر شد و این موضوعی بود که شما یادش نرفته و همیشه میگفت ساعت 4 صبح من رو بیدار کردن گفتم برو بیرون دیگه شما کسی نیستی توی که بتونی تو قنسولگری ایران بمونی و اون موقع مقامات عراقی به کمک ایشون رسیدن و بردن و جا دادن و این صدمات شخصی همیشه اثر میذاره خود شخص و رو اطرافیانش. آقای قاجار شما در حال حاضر رئیس ایل قاجار هستید درسته؟ از این میشه این موضوع سوال من اینه که آیا چیزی به نام ایل قاجار الان وجود داره که شما رئیس هستید؟ چیزی وجود داره مقامیست که خب همیشه خب اون کسی که در خانواده سنش بیشتر بود داشت. خب الان چقدر از اون اشرافیت قاجار باقی موندن؟ ولی یه مقداری در خارج هستن، یه مقداری هنوز در ایران هستن، اما خب به مرور کم میشن برام. هنوز هستن از اشرافیت قاجار. ولی شما محسن‌ترینشون شما هستین در حال حاضر. توی اولاد توی شاخه اصلی قاجاریه که اولاد محمد علی شاه و ملکه جهان هستن. بله من هستم. شما بیشتره. بله.